در برنامه قبل از جبهه خلق گفتیم و رو در رویش با دیکتاتور، اما حالا میخواییم ببینیم که این جبهه چطور باید مبارزه علیه دیکتاتور رو پیش ببره. اصلا مبارزه چی هست؟ مبارزه قبل از هر چیز یک علمه، دانش تغییر سیاسی و اجتماعی. باید قانونمندی های اون رو شناخت و بر اساس اون قدم به قدم پیش رفت. بی حساب و کتاب نمیشه قدم از قدم برداشت. اجازه بدین با یک مثال از علم پزشکی این موضوع رو بهتر توضیح بدیم. هر کس میتونه در مورد بیماری و عارضه‌ای اظهار نظر کنه. میتونه یه دارو و یا درمانی تجویز کنه. اما پزشک عمومی باید بعد از طی دوره ابتدایی و متوسطه حدود 7 سال پزشکی بخونه. پزشک متخصص باید با توجه به نوع تخصص چند سال هم اضافه بخونه و بعد هم نوبت تجربه عملی میرسه. کسی که پزشکی نخونده و تخصص لازم رو نداره ممکنه که اصلا بیماری رو تشخیص نده و یا تشخیصش سراپا اشتباه باشه. پزشکای متخصص حتی به تشخیص خودشون هم اکتفا نمی کنن، بلکه در مورد موضوعات حساس شورای پزشکی هست که تعیین تکلیف میکنه. حالا حتی اگه موضوع خطیر و حساسی مثل جراحی قلب یا مغز یا سرطان مطرح باشه، اون وقت دیگه همه میدونن که به سادگی نمیشه چیزی تجویز کرد. پزشک هم خودش به سادگی دست به کار نمیشه. اول انواع اقسام آزمایش ها و عکس برداری ها رو انجام میده و بارها معاینه میکنه. قبل از عمل جراحی هم بیمار رو تحت نظر داره. همه این کارها برای حفظ جان یک بیماره، چه برسه به یک جامعه با همه پیچیدگی ها، مشکلات، طرف های مختلف، دیدگاه های متفاوت، خون و خونریزی و شکنجه و سرکوب. در این مثال آیا به نظر شما میشه یک نفر بدون اینکه دانشجوی حرفه‌ای پزشکی باشه دکتر بشه؟ میشه بگه هر از گاهی که وقت کردم سری به دانشکده میزنم و کتابی ورق میزنم و بعد هم یک پزشک ماهر و متخصص و کارا بشه؟ مسلمه که نه. بر همین اساس مبارزه یک علمه. افراد حرفه‌ای و سازمان کار حرفه‌ای خودش رو میخواد تا به هدف مورد نظرش برسه. یک وقت هست که میخوایم یک مقاله انتقادی بنویسیم یا یک نشریه منتشر کنیم یا در انتخاباتی در فضای کاملا دموکراتیک شرکت کنیم، اما یک وقت هست که میخوایم رژیم ولایت فقیه رو سرنگون کنیم. در این صورت همه چیز فرق میکنه. نیاز به یک آرمان و هدف هست، مثل آزادی ایران. نیاز به یک اهرم و ظرف مبارزه هست، مثل تشکیلات و سازمان. نیاز به هدایت و رهبری هست تا بشه شعارها، اهداف، برنامه‌ها و تاکتیک و استراتژی رو تعیین کرد و آلترناتیو رو ارائه داد و نیروها رو به طور متمرکز برای پیشبرد هدف مقدس آزادی ایران به کار گرفت. اما برای تصمیم گیری درست باید دشمن رو خوب شناخت. تو برنامه بعد میخوایم ببینیم با چه دشمنی روبرو هستیم.